در همین رابطه همکارم آرمین قبادی پاشا اینجا در استودیو با من همراه شده. خوش اومدی آرمین. دو ماه گذشته از جام جهانی، هنوز سرمربی نداره، در فروردین ماه هم بازی تدارکاتی پیش رو داره. دقیقا همینطوره نیوشا، و انتخاب سرمربی تیم ملی همیشه پرحاشیه بوده در ایران. سرمربی تیم ملی فوتبال مشخصا منظورم هست، و این بارم عجیب نیست. یعنی این حاشیه‌ای که می‌بینیم اتفاقیه که قبل از این هم شاهد بودیم. هر انتخابی، هر اتفاقی در جمهوری اسلامی حاشیه‌ای مخصوص به خودش داره. اما چرا این بار یه خورده حساس‌تر شده انتخاب سرمربی تیم ملی؟ به خاطر اینکه مربیان داخلی بهتره بگم، که پذیرش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو دوست ندارند. یعنی اینکه به نوعی تفره میرن، از زیر بار در میرن. بد نیست اشاره کنم که چرا این اتفاق به نوعی سیاسی شده، چون در چند ماه گذشته بعد از خیزش انقلابی مردم ایران که در واقع یکی دو ماه بعد از اون شاهد جام جهانی فوتبال هم بودیم، دیدیم که رفتار مردم با تیم ملی فوتبال به چه شکل بود. دیگر اون آتش رو برای موفقیت‌های تیم ملی فوتبال نداشتن. الان فوتبال دغدغه مردم نیست، حتی فوتبالیست‌ها و مربیان هم اشاره میکنن، تأکید میکنن که دغدغه ما هم حتی فوتبال نیست، با توجه به اینکه ما میبینیم وضعیت این روزها در ایران چه اجتماعی، چه سیاسی و چه اقتصادی به چه شکل داره پیش میره. حالا اگر بخوایم خیلی کوتاه کنیم، اسامی چند مربی رو اعلام کردم. مربیان داخلی که امیر قلعه‌نویی، ساکت الهامی، مهدی تارتار، فرهاد مجیدی، جواد نکونام، اینها افرادی بودن که اسمشون مطرح شد برای اینکه سرمربی تیم ملی بشن. خب امیر قلعه‌نویی خیلی سریع اشاره کرد به وضعیت اقتصادی مردم و به نوعی گفت که نمیپذیره. فرهاد مجیدی و جواد نکونام فعلا سکوت کردن، اما به نظر میرسه که هیچ مربی ایرانی نمیخواد بپذیره. اسم حسین فرکی هم مطرح شده بود که ایشون خیلی دیروز خوشحال شد و هم برنامه بدن. همین امروز قبل از برنامه من دیدم که مصاحبه کرده و باز هم طعن‌آمیز اشاره به شرایط داشته و گفته که نه، قصد پذیرش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این برهه از زمان رو نداره. خب فکر می‌کنید چرا ممکنه سراغ مربی خارجی برن؟ کیروش رو که همونجا مثل اینکه در قطر مذاکرات پیش برد و سرمربیگری تیم ملی قطر به عهده گرفت. دقیقاً همینطوره. تو هم واسه به این نکته اشاره کنم نیوشا، فدراسیون فوتبال ایران گفته ما می‌خوام سرمربی خارجی بیاریم، چون دیدن سرمربی خارجی خوب دردسرتره. اما ببین چه موانعی بر سر راه هست برای اینکه سرمربی خارجی بیاید یا نیاید. یک، مسئله سیاسی. ایران از لحاظ سیاسی الان وضعیت باثباتی در خود درون کشور نداره. خارجی هم دارن مانیتور میکنن، یعنی کمتر مربی خارجی است. حتی قبل از این اگر میخواستن بیان دستمزد بیشتری میخواستن، برای اینکه ما در یک منطقه پرخطر میخوایم بیایم. دومی مسئله مالی است. امروز دلار نزدیک به 60,000 تومان شده، یعنی الان که داریم صحبت می‌کنیم فردا صبح که مردم بیدار شدن از خواب شاید 60,000 تومان هم رد کرده باشه. از کجا می‌خوان این بودجه رو تامین کنن؟ سوم اینکه الان آقای تاج که رئیس فدراسیون فوتبال رفته تقاضا داده آقای مخبر معاون ابراهیم رئیسی رو ببینه، اینها قراره که مثلا میگن به ما پول بده. این پول قراره چند ده میلیارد تومان باشه که بتونه توان اون هزینه یک سرمربی خارجی رو داشته باشه. ضمن اینکه اگر پولی داده نشود، فردا روز با فیفا روبرو هستن. اینا خارجی هستن. یعنی یک شوخی مطرح شده بود در چند سال گذشته که فوتبالیست‌های خارجی توسط دلال‌ها میان در ایران که بعد شکایت کنن با جریمه پول هنگفتی رو به جیب بزنن. بنابراین بر سر راه انتخاب مربی خارجی خوب هم موانع بسیار زیادی است که شاید میگم فرای همه این مسائلی که گفتم مسئله ثبات نداشتن ایران باشه، که الان وضعیت ایران وضعیت مشخصی نیست. کمتر کسی ریسک میکنه. وقتی یکی مثل محسن رضایی میاد میگه که یکی از منابع درآمدی ما میتونه گروگانگیری باشه، مربیان خارجی اینا رو میشنون. اینا فکر میکنن اینها رو برای مصرف داخلی میگن، در صورتی که در خارج از کشور اینا ترجمه میشن و میشن. به هر حال مسئله ای است که غیر از حالت ورزشی جنبه‌های سیاسی ویژه خودش هم داره. حتما در روزهای آینده هم بهش میپردازیم. میدونم حتما با تو به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. آرمین قبادی پاشا همکارم اینجا در استودیو واشنگتن دی سی با من.